سلام وطنداران عزیز، یوروسایت من باشیم. امروز سفارت افغانستان یک ویدیوی گذاشت در صفحه فیسبوک به خاطر تذکره های آنلاین است. ما در همین ویدیو منشی سفارت افغانستان یک کامنت گذاشتم که کامنت من همین بود که یک تذکره که از افغانستان به سویدن ارسال شوه از طریق پست 700 افغانی است. 700 افغانی میشه 700 افغانی میشه 75 کرون. 75 کرون پول زیادی نیست که باز در این مقابل سفارت افغانستان 550 کرون میگیره. 550 کرون خیلی پول هنگفتی است. پولی هنگفتی است. مثلا ما اینجا حساب میکنیم، مثلا که دلیلاش میگم که مشکلی راهی که حل شدنی است ولی حل نمیکنه. یک تذکره را که شما درخواست نمی بین 5 ماه 6 ماه زمان میگیره که پولی پرداخت. مثلا 550 کرون تا مورد تذکره تو که آمد سفارت بایزایی میزنم مورد 550 کرون پرداخت میده تو تذکره تو بگیری. بعد 1000 کرون دیگه پول سفرت میشه، مثلا با ماشین یا کمی کم با ماشین با خطر اینا سفر کنیم 1000 کرون پول 1000 کرون پول بلیتت میشه. بعد تذکره خواهیم میگیریم یا یه دو ماه اینا سبرم تا نوبت پاسپورت بیاره. نوبت پاسپورت آمد میره، درخواست پاسپورت میدی، پول بلیت میشه 1000 کرون اینا، پول سفر تیکت میشه 1350 کرون دیگه برای پاسپورت که درخواست میدی پرداخت کنی. این پول هنگفتی هستم. وقتی پاسپورتت اینجا دو ماه سبرم تا پاسپورتت بیایه، تای مراحل میشه تا پاسپورتت بیایه میشه 4000. پاسپورت تای مراحل میشه دو ماه بعد. بعد از دو ماه بعد که مورد پاسپورت میگیری سفرت میشه یک روز بیکار 1000 کرون پرداخت میده، در مجموع میشه 4950 کرون. من کمی کمی حساب کردم که پولایی که برای سفر که میذارید مثلا روزای بیکاری. بعد ما یک راههای حلی که در این درباره ما فکر کردیم که راهی حل راحتی است. ما در کشورهایی مثل فنلند و سویدن زندگی می کنیم، کشور جامعی پیشرفته است. چرا از طریق پست انتقال نمیده؟ چرا از طریق پست وقتی طرف میر پاسپورت درخواست بدن یک 20 کرون یا 50 کرونی برای پرداخت برای پست بدن به سفارت تحویل بدن، روزی که پاسپورت طرف آمد پاسپورتشون رو بفرستن ریکمندر پست. وقتی پاسپورت آمد تحویل میده بهش نامه میده یا بهش اسمس میده پست که شما پست دارین یا پکیت شما رسه میتونید تحویل بگیرید. در سویدن هست کسی که با آیدی کارت یا مشخصات درست نره و پست کسی دیگه گرفتن نمیتونه، باید مشخصات بره امضا کنه یا ویسه ایدی هندی شان بده آیدی کارت. ما امروز در این درباره با سفارت افغانستان یک کامنت گذاشتیم در زیر این ویدیو. یک منشی سویدن، منشی سفارت افغانستان ما را از صفحه فیسبوک بلاک کرد و ما هیچ نمیتونیم که اصلا کامنی نوشته کنیم. ما را از صفحه فیسبوک بلاک کرد به خاطری که ما آزادی بیان داریم، آزادی بیان ما مطرح کردیم. ما انتخاب که هر نظری، هر شخصی که نظری داره میتونه نظر خود را بیان کنه، اما ما نتونستیم نظر ما بیان کنه که چند وطن داره دیگه. ما را از صفحه بلاک کرد و کامنت ما را پاک کرد. ما متاسفم که در این کارهایی که سفارت افغانستان میکنم. و ما در این درباره پاسپورت هایی که پاسپورت افغانی 1350 کرون پرداخت میکنه، خیلی پولی هنگفته است. آیا شما فکر کردید یک پاسپورت سویدنی ما که درخواست میدیم دو هفته زمان میگیره درخواست میده وطن داره که شهروند سویدن یا شهروندای سویدن که پاسپورت سویدنی 400 کرون پرداخت میکنیم بین دو هفته کار
کاری پاسپورت تو میاد دم در خانه تو از طریق پست میتونی بره بگیری. ما در این درباره مطرح کردیم که پست با سفیر افغانستان در استکهلم با چند مصاحبه داشتن با در سوشال میدیا دیدم، میگه پست نورد سویدن پاسپورت ها گم میشه، نه امکانش نیست. وقتی پست که ریکومندر نوشتم پست میاد دم در خانه نزدیکترین انبود یا نزدیکترین پستخانه اونجا میره، پست 15 روز زمان میگیره. 15 روز کسی اگه پست نگرفت دوباره پست برمیگرده به سفارت. وقتی به سفارت برگشت پست به سفارت که برگشت دیگه اون پست سفارت دوباره میتونه با طرف زنگ بزنه چرا شما پست خود نگرفتین. اگه پست خود نگرفت یک سویشی درست کنه میتونه پول پست گیرنده درخواست کننده پاسپورت پول میتونه